از خونی زیابوشم، هم خونی زیابوشم، از خونی زیابوشم، هم خونی زیابوشم، از جامه سفیدانم، هر جامه دمه پوشم، از جامه سفیدانم، هر جامه دمه پوشم. گرگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم. من زرتشتیم بینم آتیشه. فرزند خاک ایران در هفت آسمانیم، روشنگر دو گیتی از عهد باستانی. در ستم ندادیم بر دوست یا که دشمن، در ستم ندادیم بر دوست یا که دشمن. بیگانه هم نکرده است پنهان که مهربانیم. پیر مغان ما را در شهر می شناسند، از دوره جوانی پرورده مغانیم. گر روی گل نشستیم گل کاشتیم شبانه، در بوستان از آن است محبوب بلبلانی. سجاده محبت گسترده ایم به هر کوی، آیین کینه را کی هر سوی گسترانیم. مال ما نیست کینه توزی ها، مال ما نیست. سجاده ما عشق است و مهر است و دوستی، همدلی همبستگی، کینه و نفاق و دشمنی نیست. دانشوری که بگریخت از کشورش شنیدی، در صد کتاب بنوشت او را چه میزبانی. سرزمین پناهندگان بود ایران، هر کس هر جا فرار میکرد میومد در آغوش گرم ایران قرار میگرفت. دیوار معبدی را از جا نکنده ایم ما، نی آتش افکنان اوراق این و آنیم. چه شکوهای در جهان آفریدیم از 7700 سال پیش تا به امروز. کجا شنیدید بگن معبدی را آتش زدیم؟ کجا شنیدید بگویند قتل عام کردیم، کشتیم که ما را بپرستید، ما را بپذیرید؟ کجا کتاب خونه را آتش دادیم؟ بدبخت ها، برید ببینید چه کسانی این کار رو کردن و شما سجده به درگاهشون میگذارید و بچه هاتون قربانی میشن، باز خموش هستید. اما مه ها رو بفرم شهر آزاد میشه، از شر آفت ایران رها. بر شاخه درخت بیگانه کی نشینیم، چندی اگر چو مرغی بیرون از آشیانیم. مهر وطن همیشه در جان و هم تن ماست، دل دادیم به ایران زان شهره در جهانیم، زان شهره در جهانیم دل دادیم.
مهمه. بنویسید، یادداشت کنید، منتشر کنید، روشنگری کنید. شما که هیچ غلطی نمیتونید بکنید، روشنگری بکنید. مردم خواب و خفته و خموش و خمار سجاده و می تازیان رو بیدار کنید. عزیزان من دقت کنید، خدا، حالا اونه که خدا رو قبول ندارم، من باشون کاری ندارم، عیبی نداره، کاری ندارم، ولی اکثرا چون خدا پرستن، اینو گوش کنید، خدا هیچ ربطی به هیچ دین و پیغمبری نداره. همینا شارلاتان هایی بودن که اومدن در دکونشون برای که خوب کار کنه در مورد اون بنده خدا صحبت کردن. خدا پدیده خدا چیست رو ولش کن، ولی میخوام بگم شما همتون از دم میتونید ارتباط مستقیم با خدا برقرار کنید. همه حرفای شیخ و ملا و آخوند و حدیث و روایت و آیه و اینا همه دروغ و چرت. خدا ارتباط مستقیم، گوشی تلفن تو ور میداری باش صحبت میکنی. روان انسان که این تنو میگردونه خداست، تو باید همون رو فعال کنی، اون روان. همون که شب که میخوای به چشات میذاری رو هم دو ثانیه، یا میای پاریس پیش من میشینی با هم صحبت میکنی، اون روح خداوندگاریست، آفره ایزدیست. پس اینو مد نظر داشته باشید، برنامه های پیشین ما رو ببینید، خدا و خداشناسی بدونید، هیچ ربطی به هیچ دین و اینای نداره. اوکی؟ دوم، من از شما مردم، من گله دارم، خدا گله داره، اهورامزده گله داره، نسل بیشمارانی که در راه این ایران بزرگ قربانی شدن گله دارم، از شما آدم های که محمد رضا شاه هم شاهنشاه آریامهر پادشاه ایران شما رو گفت اکثریت خاموش، شما اکثریت خاموش ترسوی بزدل که نیومدید توی کوچه و خیابون از بچه ها پشتیبانی کنید، حمایتشون کنید که این نظام بره. امروز اونایی که پول دارن، بخوام بهتون بگم چیکار کنید، اونایی که پول دارید، به بعدم یادتون نره هر چی تو پول داری همینجا تا زندگی خرجش کن، هر چی داری همینجا خرجش کن. اون خریتی که برای بچه هم بذارم و بچه هات میمیری، یه فاتح هم برات نمیخونم، هر کسی هم میخوای باش. اون معدود انسانهایی هستند که قدر میدونن، خیلی کمن اونا، یا فاتحه هم برات نمیخونن. حالا بیشوخی میگم فاتحه هم میخونن، میدونی چرا؟ بچه تو صدا بزن آقای میلیونر، تو که دین داری بدبختی، بچه تو صدا بزن بگو روبروت بشی، بگو چند میلیون دلار هم من دارم برات میذارم بابا جون، اینا فاتحه بلدی بخونی؟ بابا بچه های الان فاتحه بلد نیستن بخونن. فاتحه هم براتون نمیخونن، سر خاکتون هم یه گل میان بذارن نمیذارن، میرن پولا رو ور میدارن خارج، عشقشو میکنن. بدبخت تا الان زنده پولا رو خرج کن، حالا یه چیزایی بذار برای بچه هات، نمیگم نزار. الان بچه ها با من میگن آقا سیاوش هستم بابا، ما منظورم بابامون بمیره به پول و اینا برسیم، با سیاوش هستم منظورم بابا بزرگه، ننه بزرگی به من میگن، خیلی میگم بذار ما پولدار میشیم. آقا سیاوش میگم که میگه بابام بذار بمیره، من به جان تو پولدار میشم، میخوام بیام یه معبد تو پاریس بسازم. خالی بنده دروغگویی. حالا اینا بدبخت منتظر نشستن شما بمیرین پولا رو بالا بکشن، پس تا زنده این از این پولا برای ایران استفاده کن. اولین کاری که میکنین لازم نیست اعلامیه بدین، چون فرمونه میرین شهدا، این شهدا از همه شما بگیر، کیان عزیزم رو بگیر، رضا رهنورد رو بگیر، محسن شکاری، این محسن شکاری که حتی باباش مثل که خرج میدادی اینا، بعضی که اینا هزباللهی خرن رو ول کنین اصلا. باباش بچه رو میبارده که نظری بده، همون نظری کشش بچه تو، تو حالا چه کار میکنی؟ آقای شکاری، آقای شکاری
یه قهرمان، یه سلحشور، یه رستم رو ایران از دست داد. بیچاره بدبخت، تو از برو خرج بده و حرم سفر عاشورا تا سوا ما هم رمزون و اینا. ولی اونهایی که بزرگوارن، خانواده رهنورد، خانواده کیان، اینا نمیخوان. من دارم بگم اونا نه، اصلا شما باید برید با پول و ثروتتون به اینا برسید، بهترین خونه رو برای اینا بخرید، بهترین اتومبیل زیر پای بچه ها و بازماندگان اینا بگذارید که اینجا رو همینجور برای بچه ها خانواده شهدا بهشت کنید. این صد تا رو بهشتی شما رفتین یک میدونم نمیگیره، مادر بهشتی ببخشید من میدونم شما نمیگیری، ولی اینا باید وظیفه‌شون رو انجام بدن، چون میدونم تو دستت پر باشه میری جای خوب خرج میکنی. برید پول و ثروتی که دارید بدید به این خانواده شهدا، بخشیشو بهشون برسید، بعد اونا بلدن چیکار کنن. این که یک مسئله بود که امروز خواستم بهتون بگم. مسئله نخستم که خدا رو بود بهتون گفتم اصلا داشته باشم. نکته دیگه که مهمه میخوام بهتون بگم اون اینه که اگر نیاین از بچه ها حمایت نکنین، از این جنبش حمایت نکنین، بدبخت و باز این اعراب که همین آخوند شیخ و ملا هستن، این آخوند شیخ و ملا که با همون لباس عربی الان میاد و شما زر میزنین، هی زر میزنن به همه، هم زر میزنن به همه، هم خط میدن همه، هم میخوان درس بدن به همه. آقا ده آقای شیاشاستا به اون بگو این آقای شیاشاستا اون کنی کن امسا تو این رو نیکن، بعد وقت کار خودت بکن، برو یه توف بنداز تو صورت امام جمعه شهرت بکشنت به درک. ایران زنده باید بمونه، 80 میلیونید 90 میلیونید ایران باید زنده بمونه. ایران از بین بره فره ای زدی توت، روح خدا توی توی بکشنت آزاد میشه روح خدا. شوخی نمی کنم با تو، اونجا اون خیلی بهتر اون بر. به جایی که زر بزنید، زر برید یه توف بندازید تو میگن آقا فاصله ها دورن چون نمیذاره اونا باید تمام آقا قربونت برم چاکرت هم میره باید اون را ما مار انداختید اما مار رو میندازه تنابدار میندازه گردنش. شجاعت بچه هاست، یاد بگیرید زر نزنید، کار کنید. الان جنگه، دقیقا جنگ راه افتاده، تازی ها در خانه ما دارن بچه های ما رو، همه هم قهرمان. این محمد حسین کرمی رو که کشتن، حسینی رو که کشتن، مثل بقیه دیگه همین بچه اینو ورزشکار قهرمان کاراته، یه گالم دیپلم و اینا و بچه هاش میکشن برای که اعضای بدن اینا رو میلیارد ها داره بفروشن چون ورزشکاره قیرون میخرن. بدبخت بیچاره پاش فردا نوبت تویه. دیگه تا کجا شما میتونستید برید که دنیا بیاد از شما امداد کنه؟ دنیا داره وقتی من دنیا میره تو کار نمیکنی به من میگن آقا عوستا این مکرون رو بگو، مکرون بگو گل نخوره بابا آخونده. بعد با خود تو بهتر میدونی که اون اومده از تو حمایت و پشتیبانی کردی، تو ارزن نداشتی امو امه خاله بابا ننه تو بیاره تو خیابون، چی زر میزنی؟ وقتی شما نمیان تو خیابون ارزن نداری، توانایی نداری از بچه های خودتون، از قهرم، از دخترهای شیردل، از این دختره پهلوان رزمنده پشتیبانی کنید. بعد وقتا یوم که دختره رو سرکوب زدی، سرزنش کردی، نذاشتی برقصه، نذاشتی بره مهمونی، نذاشتی باتیک بزنه، نذاشتی فکر بکنه، حالا هم که اینا پشتیبانی نمی کنید وقت میاد زر میزنید. آقا به مکران بگو برگا خواهی وقتی میدن شما این زری نمیزنین، هیچ کاری نمیکنین، نشستید بچه ها اومدن تک و تنها تو کوچه تو خیابون، توماج عزیز من باید بگیرن تو زندان باشه، بچه های دیگر باید بگیرن. توماج یک اسطوره است، توماج سالی یک اسطوره است. شما صبح تا شب ترانه های اینو گوش کنید، مثل رستم میره میخوند ترانه های زیبا پرمعنی. بعد وقتا چیکار کردید؟ رفتید یک میلیون نفر دم زندان جمع بشید بگید توماچو ول کن. خب یه میلیون نفری که نمیبندن به گلوله. الان هم اینا زیر فشار بزرگ جهانی هستن چون اوکراین رو جنگ رو اینا رو انداختن. جنگ رو اینا رو انداختن. اوکراین. دنیا فهمید که جمهوری اسلامی جنگ اوکراین رو انداخت به خاطر اینکه مثل همه جنگ های دیگه که قبلا ایران انداخت توی عراق و سوریه و چچن و اینجور جاهایی که از ایران برن از این آخونده متوجه اونجا بشن، این جنگ هم اونا رو انداختن. اینا دنیا الان فهمیده میخواد ترتیبشونو بده.
پوتین خطر بسیار بزرگی است. خط دومی که اینا ساختن، خط تروریسم جهانی لنینیستی، در جهان خط خطرناکی است. دنیا نمیخواد دیگه جمهوری اسلامی باشه. دنیا نمیخواد باشه. شما میخواین. اکثریت خاموش ایران شما میخواین. بدبخت بیچاره زر میزنین کاری نمیکنید. دنیا نمیخواد. خود اینا اعتراف کردن. خود اینا اعتراف کردن که این میکروب رو اینا همین اسمش نمیگم، چون میگم باز چیز میشه، همین چیزی بیماری که آوردن و باری که آوردن، خود اینا دارن میگن ما آوردیم. میگن اگه نیورده بودیم، منم همون روز اول بهتون گفتم این کار اینا بود، این کار اینا بود، ایرانی ها رو بکشن، بقیه رو بکشن، قتل عام کنن. اینا فقط میخوان خودشون تازیه و سادات تازیه آخونده آخونده میدونن چند نمیخوای اینا باشون. ولی شما زدن بچه هاتون هی کشتن. آقا بچه 200,000 نفر تون که کشتن، آکه؟ آقا 150,000 نفر، چقدر؟ 150,000 نفر کودک رو، بچه رو از 12-13 سال بگیر برو بالا. اینا تو جنگ و اینا عراق بردن روی مینا رو انداختن تو قتل هم کردن. جنگ ایران عراق که اصلا روز اول وقتی صدام حمله کرد پشیمون شد، گفت آقا دستا بالا غلط کردم، من میخوام صلح کنم. اینا نکردن که بتونن با اون بمونن و با اون قتل هم رو ادامه بدن. آقا 150,000 تا همین آقای کمال جعفر یزدی رفیق ما که زندانه، برادرش که رفیق من بود، بچه بود، کوچولو بود وقتی اومد پیش من خداحافظی کرد، بچه بود رفت اونجا کشته شد. مثل اینا زیاد بودن، بچه بودن کشته شدن. همه تون بشین دکتر کمال جعفری یزدی انتقام برادرش میاد میگیره. آقا بچه ها رو کشتن بردن توی جبهه جنگ، بچه ها رو بردن توی جبهه جنگ به جای کفش و نمیدونم چی که باید بندازن رو مینا منفجر بشه، بچه های ما رو تیکه پاره کردن. شما 150,000 نفر بچه هاتون تیکه پاره شدن، بدبخت ها. شما میشین الان 1,000,000-2,000,000 نفر فقط توتون یک کمال جعفری در اومده، یک نفر کجایید شما؟ چی کفاری کردن بچه هاتونه؟ چرت همه این فاطمه ماتمه بازی را میندازن براتون بیچاره ها. برید تاریخ مطالعه کنید. این فروتن، این بچه ها یک ترانه داره، یک ترانه میخونه، تاریخ توشه، گوش کن ببین چی میگه. تاریخ توشه، تاریخ. روشن شید؟ همه چونم شدید افلاطون نظر میدید، همه نظر، فقط بلدید نظر بدید. آقا این رضا پهلوی، ما یک نامه داریم بهش بفرستیم، آقا ما رضا پهلوی اون نظر نمیخواد از تو، اون میخواد تو به حرفش کنی بیچاره. مگه نمیگی پیشواز رهبرت شما که قبول دارین سخنگوتونه، اون بلد کارشه، تو کار اونو که میگه بکن. همه تون شدید افلاطون، میخواد نظر بدید. عجب بدبختیه. طفلی حق داره، با کی با چی مردمی؟ همه میخوان نظر بدن. الان یه جایی بذاریم آقا میخواید سخنرانی کنیم، میترسه طفلی. چرا؟ چون هر کی میاد اونجا نظر میخواد بده. آقا تو اون کارو بکن، آقا چرا این کارو نکردی تو، آقا تو اون کار، تو بایستی کارایی که میگه بکنی، کاری که بچه ها میکنن، مجید رهنورد میکنه، محسن شکاری میکنه، آقای کرمی میکنه، حسینی میکنه، دم این سیدا گرم. درود دارم به این سیدهای جوان، این جوانانی که ایرانی هستن پیش از اینکه سید باشن، خون دادن برای ایران، دارن میدن برای ایران. اینا بچه های این زمان هستن. درود به شرف شما بچه ها. این رهبران سادات تازه که بالان همه سید پیدا، همه اینا که افتخار میکنن که میزیر جلوش سید مصطفی بی 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 زاده، سید پا 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 قاتمی، سید بلا، اینا این تبعیض نژادیه. این به شما بگم، این تبعیض نژادیه. به این قضیه ما به ثبت تاریخی رسوندیم، این نجات پرستی، نجات پرستی است. هر کسی که از واژه سید توی اینستاگرام، فیسبوک، یوتیوب، توییتر، هر جا که شما دلتون میخواد سید رو استفاده کرد، شما چند نفر میشید راپورت میدید، میگید که این نجات پرسته و توضیح میدین واژه سید استفاده میکنی، این نجات پرسته، سیدی رو میخواد در ایران از عرب از اونجا اومده میخواد
این حسابشو میبندن و شما از حساب همه اونایی که سید رو از جلو اسمشون برداشتن بیاین بیرون بدبختا. این مبارزه است. بعدم فکر کردین یه گدتون نمیشناسیم که شما سیدی اسم آریای ماریای میگیر میاد اپوزیسیون هم میشید هم فوش و خار مادرم بمیدین ولی از اون طرف رضا پهلوی میزنن. آقا این رضا پهلوی چرا این کنی؟ آقا رضا پهلوی چه 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 آقا با آقا دختر شاخی زمان هم تا چه 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 اینا همه نفوذی های جمهوری اسلامی هستن. یادتون هم نره من الان امروز این قضیه رو براتون بحث باز میکنم که دموکراسی یعنی چی، آزادی یعنی چی. واقعا ببینید پیروزی این انقلاب نوین مثل هر پیروزی دیگه یک سری المان هایی داره که باید رعایت بشه. نخستینش همبستگی است، یعنی با همبستگی میشه رمز پیروزی. دوم آگاهی است. تو این همبستگی شما باید آگاهی داشته باشید. اگر آگاهی نداشته باشی خر باشم با آزادی نمیرسم. آگاهی توش خیلی چیز داره. یکی از چیزایی که داره سازمان اطلاعات و امنیت، سازمان جاسوسی و ضد جاسوسی است. توی همین تشکیلات همبستگی و آگاهی، تو اون آگاهی تو باید آگاه باشی که الان توییتی که تو داری میکنی وزارت اطلاعات بهت داده یا همبستگی فروپاشی نظام جمهوری اسلامی بهت داده. 90% رو جمهوری اسلامی بهت میده، تو نمیفهمی. پس از اینکه میخوای توییت مویت بکنی یک عمت خالت بیبیت میفرسته، جاسوسی ضد جاسوسی مهمه در آگاهی. آگاه باش و با خبر باش. هر توییتی که برات فرستاده نفرست. بعضی از توییتر میفرستن که آقا یارو گردنش زدن فلانش کردن اعدامش کردن اون بچه کاری، بعد بخینا برای اینه که مردم بترسونن، بچه رو بترسونن، ننه باباشون اینا رو به زور بگیرن پاشم قف کنه نزخ کنه. ترس آفرینی نباید بکنید. برای همینی که ما میگیم خشمه، عزاداری نیست. ما عزاداری نمی کنیم برای بچه شهیدانمون. همه میگن آقا عزاداری یا جشناتون هم نگیرید. اینا همه وزارت اطلاعاتی نمیفهمین. پس آگاهی مهمه که تو اطلاعات و ضد اطلاعات داره، نبرد و جنبش سازمان اطلاعات امنیت داره. اطلاعات امنیت ضعیف باشه بعد وقت بیچاره که آلت دستین همتون که همتون این سایبری های اینا میگردنن. حتی این جمهوری اسلامی تو تمام اپوزیسیونی که پولش عربستان سعودی میده نفوذ کرده، نفوذ کرده. از روز اولم بهتون گفتم یارو نفوذی هن اینا همشون اونجا 80 کلمه حرف میزنه فوش خوار مادر یا 20 کلمه میده همبستگی میخواد از هم فرو بپاشه. چطور؟ آقا شما ندیدی رضا پهلوی اونجا نشسته بود؟ چرا نرفتی سلام مال اول کنیمش؟ به تو چه؟ به تو چه؟ دارین میگه دعوارم اندازه، میخواد از این زبانی بیاره که اینا پشت پرده با هم متحدن که بعد بیان بیشتر بزنن. آخه الان اینجوری جریان تا بفهمن کی با کی متحده میزنن، یه کارایی میکنن که اصلا میزنن ترتیب آدم میدن داغون میکنن. اطلاعات و امنیته، هر کسی که داره مبارزه میکنه که لازم نیست همه اطلاعات چی بریزه رو صحنه که با کی همدسته با کی همپیمانه. او خود بابا این چی نمیگه رفته اونجا نشسته این هم حالا دیده. آه تو چرا نرفتی سلام علیک کنی؟ یعنی که دنیا بفهمن این بعدم که رژیم قوی تر از نظر این که بخشی از جهان روس و تمام یک کشور اسلامی سوریه و عراق و اطلاعات نیرو داره و چین و هند و همین رو بایشن که اطلاعات امنیت داره همبستگیش ضربه میخوره. پس آگاهی توش اطلاعات امنیت داره فلان داره اینا یک تیکه میگم تو باید بفهمی بدبخت. نمیدونم میفهمی. دوم مردم سالاری و دموکراسی میدونی یعنی چی؟ مردم سالاری و دموکراسی یعنی آزادی تحمل عقیده مخالف. هیچ کدوم از شما هنوز میفهمی که آزادی یعنی اینکه من باش رقیبم، اینی که باش مخالفم اگه دیندار نیست، اگر سکولار و لایک هست اجازه داره بیاد فعالیت کنه. بشمارید همبستگی رمز پیروزی، آگاهی به ویژه سازمان اطلاعات امنیت رو و باردن روش و بفهمی دشمنت که اینا رو بشناسی. سوم لایسیته، لایک و لایسیته به عربی میگن علمانی، به پارسی من از 40 سال پیش ترجمه کردم خردگرایی. وقتی من نوشتم خردگرایی و دینداری کیهان جمهوری اسلامی گفت یارو اوسته دیگه چیز شده که انقدر میگه خرگرایی و دینداری، دین رو با خر یکی کرده. گفتم احمق و خرد گوساله. خردگرایی یعنی لایسیتی، یعنی با خرد کار میکنیم.
لایسیتم هست. به ادیان احترام میذاریم تو معابدش، به ادیان احترام میذاریم تو قلب مردم، به ادیان احترام میذاریم تو خونه مردم. به هیچ عنوان هیچ دینی نه برتری داره نه رسمیت داره و نمیتونه در جامعه اظهار نظر بکنه به هیچ عنوان. بچه های مشروطه هم بدونید در قانون اساسی مشروطه علما 5 تا حق وتو دارن. شما ما اگه وقتی میگید مشروطه خواهم، باید اول از همه بگید این رو ما قبول نداریم، تیک کاش اینا باید پاکسازی کنیم. قانون اساسی مشروطه، قانون اساسی مشروطه هم با خوندی ولایت فقیه از اونجا اومد، یا تو نر اینا رو توصیه یاد بگیرید. من اون موقع به آقای همایون داریوش همایون که گفته بودم، ایشون گفت من تو جلسه مطرح کردم اینا برداشتیم، حالا اینا رو باید بیاید علنی مطرح کنید بچه‌ها. خب همبستگی رو همزه پیروزی، آگاهی توش اطلاعات زد اطلاعات داره، خیلی چیز دیگه داره، دشمن شناسی داره فلان اینا، لایسیتی خردگرایی خردگرا هستیم. هیچ دینی نقش نداره در جامعه، هیچ دینی حق سیاسی نداره، هیچ دینی نمیتونه بیاد بگه اسلام دموکراتیک داریم، اسلام فلان داریم. اصلا دین نمیتونه اینا رو بیاد بگه. با لایسیته در تضاد خانم جان، با لایسیته در تضاد. و بعد چهارم مردم سالاری است. مردم سالاری یعنی همه مردم ایران آزادن، رهبر خودشونو داشته باشن، پرچم خودشونو داشته باشن. پرچم رسمی ایران شیر خورشیده، پرچم رسمی. ولی همینجا تو فرانسه هر ولایتی و ایالتی و حتی شهری و هر ده یک پرچم داره، مال خودشه، پرچم دهشونه، از قدیم که اینجا بوده. او اشکال نداره که هر کسی که مثل اروپا الان با هم متحدن، پرچم اروپا رو که میذارن این کنارش پرچم ده خودشو، شهر خودشو، کشور خودشو میذاره، فرانسه پرچم خودشو میذاره با پرچم. ولی پرچم اصلی اروپا، پرچم اصلی اروپا، پرچم اصلی فرانسه سه رنگ، پرچم اصلی فرانسه است، ولی تمام شهرستان ها و استان ها پرچم خودشون دارن، اون جداست. حالا هر کس مثلا پرچم کرد ها، پرچمی که وسطش همون شیر و خورشید داره، خورشیده داره، اونم کله خورشید، اون به اون سبک اون. ولی اون که نمیخواد بگه این پرچم کل ایران باشه. تجزیه طلب هم نیستن اینا، تجزیه ایران که نمیخواد اصلا ایرانی ال اصلا ترک ها، آذربایجانی ها، آترپاتا ایرانی ال اصلا کرد ها، اصلا ایران مال اوناست. بلوچستان، سیستان ایرانی ها، اصلا بلوچ ها، بلوچستان. این تازیان بودن که همیشه، تازیان همیشه از آریا و آریایی ما ترسوندن، هر کی آریایی تر بوده بیشتر ترتیب شده دادن، مثل کرد ها و بلوچستان آدار. وگرنه یهودی ها میگن آقا یهودی ها آریایی ها، نه یهودی ها خیلی خوب رفیق آریایی ها، دوست دارن آریایی ها رو، اسمهای بچه هاشون آریا و آریان، اونا شعور دارن، عقل دارن. این شیخ و ملا و آخوند و تشیع علوی صفوی هر جوش موقع هست که از آریا میترسه، چون آریا رستمه، آریا محسن شکاریست، آریا کیانه، آریایی رضا رهنورده، بحساس، آریایی کردستانه، کردستان بزرگ در چهار کشور تقسیمش کردن. پس مردم سالاری یعنی حکومت مردم. و بعد بچه بیچاره میگه آقا ما که اصلا نمیتونیم این بپذیریم، خب تو نپذیر. او هواداری خود چی داره؟ او هواداری خود چی داره؟ اونا میان بعد اونجاست که تو اگر مردی تو برو هواداری طیف خودتو ببر بالا، هواداری طیف خودتی که ببری بالا تو میشه 60%، اون میشه 5%، اون که دیگه 5%، اون که 4%. اینجا روی 1% هم که میاره میره تو انتخابات شرکت میکنه. اگه 500 تا شهردار و فلان اینا تاییدش بکنن، یعنی بگن کسی 500 تاییدی باید بیاره، اگه آورد آقا تو نامزدی برو، میره 1% هم نمیاره. خب تو انتخابات شرکت کرده، تو نمیتونی بگی نیاد یا تو نره. اینا هم باز اطلاعات ضد اطلاعات، همه اونایی که میگن اون نیاد، اون فلانه، اون فوش خار مادر میدن، اون فلان میدن، اینا اینا همه میخوان اختلاف به وجود بیارن. یعنی میخوان این 5 اصل مقتدر همبستگی برای پیروزی رو میخوان از بین ببرن. وقتی اینا رو از بین ببرن، پس برای همین یاد چون نره. ما الان مهرورزیم، همونطور که شعر اول براتون خوندم مال حسین قراچداغی بود، شعر روان شاد دیگه نیست در میان ما. اون سالها با من خیلی رفیق بود، میگفت من 100 تا شعر سرودم، هر 100 تا رو به من داد، چند تاش موند که نرسید دستم. پسر و خانوادهش زنده هستن، حالا اگه از انگلیس هم رفتن آمریکا هر جا هستن، حسین قراچداغی هر کس میشناسش 100 تا شعرشو باید به من برسونه.
رمان شاد استاد بزرگ بود، همه ترانه‌هاش هم قشنگ. حالا تو اون ترانه‌ای که اول براتون خوندم این بود که ما مهرورزیم، مهربانیم، جنگ و درگیری با کسی نداریم، همیشه هم عشق و مهر. الان نمیادتون داریم، ما با هیچ کس که داره به جمهوری اسلامی توف میندازه، چه یک توف بندازه، چه یک نه بگه، چه باهاش بجنگه، ما کاری نداریم قبلش کی بوده. همه شما که قبلش پخی نبودید که خود شما الان قبلت کی هستی؟ شما که میان بی اونا فوش میدید تو اصلا خودت کی هستی؟ بی اسمت بده من بینم کی؟ میترسی؟ چی میترسی؟ بیچاره مجید رهنورد پای اعدام میگه من بیزارم از همه چیز شما، قرآن برای من نقل با الفاظ بالاشون میزنه بدبخت. تو از چی میترسی؟ همه اونایی که میگن آقا ما نظر امنیت اسما، همه اونا اطلاعاتی نیاتون داره، همه شون اطلاعاتی فوش خوار مادن به رژیم میدن، ولی برای اینه که یک فوش هم به رضا پهلوی بدن، یک فوش هم به اون گروه دیگه که اومده این جا بدن، یه فوش که به اون خانومه بدن که هر کی روسر بوسری سرش نکرده آقا قبلا این بوده. خب بعد میاد تو نره وقتی خیلی رو هارت و پورت میکنن پوچا عصبانی میشین، اینا لعبانی هن، اینا معمور هن، اینا بیمار روانی هن. تو هم چون روزه خونی تو یک ام 14 قرن برات روزه خونی کردن گریه بسی و دیارو چون همچی خوب حرف بزنه، حرف ته دل تو رو میزنه، تو خوشحال میشه میمونی یارو پخیه. او پخ نیست، پخ دکتر کوروش آریامنشه، برید کاراشو بخونید. پخ رضا فاضلیست، پخ دکتر مسعود انصاریست، کسیان یعنی کیلویی هم، یعنی تلایی هم. پخ روشنگران و اندیشمندان، این پیام‌آوران خردی هستند که اومدن کوروش آریامنش ببینید چی خورده، چی نوشته. اونان که شما باید بینید دنبالش بود، نه هر کی الان زود اومد اینجا تمام کرد آخوشه هم خوب هم خوب، این همه مأمور مال خودشونن. ولی از اون ور هر کی اومد به سوی ما از داخل رژیم بیاد بیرون، باش بحث نداریم، دعوا نداریم، خیلی ازش ممنونیم، ازش استفاده میکنیم، ولی فردا قدرت که ما نمیخوایم بدیم. اینا رو زرنگ باشید مردم، تا این زرنگی رو نداشته باشین این همبستگی به هم میخوره. آگاهی بخشی کنید، احساساتی نباشید که شعار بیان بدن بهتون احساساتتون. میدونی خواسته تو رو میاد میگه، خواسته که تو دلته از نظر شعار، بعد چون تو شعور نیست تو میفتی دنبال یاری که داره شعار میده، بعد یه میبینی پشت سر خالی هیچی نداری. بایستی با شعار شعور باشه، دانش باشه، خرد باشه، همبستگی باشه. هر روز با همبستگیتون بیشتر اضافه کنید، نه اینکه از همبستگی بکسالید، همه رو جدا کنن از هم. یارو میاد آقا از رضا پهلوی، رضا پهلوی تره آقا، این رضا پهلوی ما میذاریم بره جای یقش میگیرم چون میذارم تو کلاش. مریضا، مریضا رو مواظبشون باشید. رضا پهلوی هم الان یادتون نره احتیاج به این که شما بخواید نظر بدی نداره، الان وقت جنگه. شما توی جنگ ببینم چی کار داری میکنی، تو جنگ ببین چی کار داری میکنی. هر کسی به نوبه خودش در این جنگ باید با کانونهای شورشی همکاری کنه، همراهی کنه. همه تون بایستی با کانونهای شورشی و کارهایی که کانونهای شورشی میکنن این جنگ رو دارن پیش میبرن پیش برید. الان دوغه نماز و روزه و عزاداری و گریزاری و مرسی خانی و اینا نیست. بعد وقتی تو جنگ میری هرچی تعداد تلفات تو کمتر اعلام کنی به نفعت بدبخت. اونا که میان تعداد تلفاتی که هرچه وجود نداره بیشترش میکنن برای که مردم بترسونن. شما اینا رو باید زرنگ باشین. دیپلماسی مبارزه و نبرد جنگ یه دیپلماسی ساده ای نیست. ای پشت سر من میبینید این تروکادری پاریس، قبلا هم گفتم بازم میگم، پلکان تخت جمشید اصل این بوده که این رو بر اساس او ساختن، همون جای تروکادری رو برو برو جیفل او بارش آرامگاه لیلا پهلوی است. هفته گذاشتم یاد روز 12 سالگرد ترور علیرضا پهلوی بود، دوست و برادر عزیزم گلیپور در بون مثل هر سال مراسم بسیار خوبی رو برگزار کرد بیاد شهریار شفیق، خواهرزاده شان شهریامر و علیرضا پهلوی. ایریانای عزیزم میبوسمت، بزرگ شدی دیگه، خانم شدی، میبینی که چقدر عشقی تو، چقدر عشقی، چقدر مهری، چقدر بابا رو ببین تو دنیا مردم دوست دارن. جرقه و آزرخشی که پدرت آفرید با رفتنش
جهان آریایی رو روشن کرد. زمانه اینجوری نبود که از مامان بزرگ بپرس. بهت میگم ایریانا جان، لیلا، قبلا این آخونده اینقدر تبلیغات منفی کرده بودن، که مادر بزرگ توی پاریس خودش گفت وقتی میخواست راه بره عینک میزد که کسی نشناسهش، بعد اگه از روبروش هم کسی میمد ایشونو میشناخت از او بر میرفت. سفیر بوده قبلا، وزیر بوده قبلا، از او بر میرفت. میترسید که نکنی یک بار خوار مادرش توی ایران بگیرن بکشن. جریان اینجوری بود لیلا جان. الان ببینی چقدر مادر بزرگ رو دوست دارن، تو رو دوست دارن، همه رو دوست دارن. این ملت ایرانه که اینقدر بزرگ باره و کسانی که اینا رو مطرح کردن و پشتیبانی کردن و خدمات پادشاه رو گفتن. و مادر بزرگت از روز اول با رسانه ها کار کرد، کار رسانه‌ای کرد و روشنگری کرد در سطح بالا. کارهای رسانه‌ای که شعبانو کرده خودش نمیخواد بگه، منم نمیخوام زیاد بگم. برق که برمیگرده در سطح جهان که الکی نیست که. حالا یه حسودیشون بشه، حالا یکی بعدم بیماری و حسادت یادتون نره، همیشه بوده. آی ای آزادی، اگر روزی به سرزمین ما رسیدی در قالب پیرمردی سیاه پوش با ریش سفید و عبای سیاه، با لهجه‌ای غریب و فرهنگی عرب و چشمانی سرد، خانم آذر شیوار، همه شما دوستش دارین. این زنان امروز ما، دختران امروز ما، هر چی که دارن مدیون آذر شیوان که از او سالها پیش برای دفاع از زن و میتو رو تو دنیا آذر شیوا شروع کرد. چهره جدید که میخواییم ببینین، تازه ترین چهره از آذر شیوا. درود بر بانوی پرمهر ایران سرفراز آریایی، سرکار خانم آذر شیوا. حالت چطور آذر عزیزم؟ امیدوارم شاد و تندرست باشی. میدونم که روزها خیلی شادمان هستی، چون میبینم که میبینی اون خشت و پایه ای رو که تو سالها پیش در دفاع زن ایرانی گذاشتی، میتو شروع شد در سر تا سر جهان و پس از اون دختران آریایی، فرزندان ایران سربلند، الان بیش از دو ماه هست که در خیابانها هستند و بیاد آن شاهکاری که تو آفریدی و اینها نبودن، شاید بعضی ها اصلا پدر مادرشون هم اون سالها نبودن، امروز برای تحقق یافتن آرمانهای آزادی بخش زن ایرانی بیرون اومدن و روسری خودشون رو می سوزونن و عمامه از سر ملاها برمیدارن و میگن بیزارم از دین شما، نفرین به آیین شما. تلاش های تو نازنین به ثمر رسید و خودت شاهد دیدن اون هستی. اول میتوی که در جهان راه افتاد که تو نخستین کس بودی، و دوم این جنبش و انقلاب نوین مردم ایران. آذر عزیز میبوسمت و برای تندرستی آرزو دارم. با بوسه و مهر، همیشه به یاد تو عزیز هستیم و مردم ایران. خدا نگهدار و با امید دیدار. به زودی میان پیشت. وقتی که خارجی ها میان تا این حد از جون خودش مایه میذاره، چارلی ابدو، مجله چارلی ابدو، این از جونشون اینا مایه گذاشتن. بیش از 10 نفر از اینا کشته شدن همون موقع که عمامه محمد رو منتشر کردن. اینا دادگاه تشکیل داده، دادگاه رفتن. همین فیلیپ وال، بنیانگذار این روزنامه، الان با محافظی ورور میره تفلی، جونش در خطره. ولی با همه اینها، چیزی اومد یک شماره تمام از اول تا آخر، زیباترین کاریکاتورها رو علیه نظام جمهوری اسلامی منتشر که تو تاریخ میسابقه است. تو تاریخ کسی چنین شجاعتی، تو که تو ایران 14 قرن زیر سم تازیان بودی، به تجاوز شده، بچهات کشتن، ستم بهتون کردن، چنین جرعتی که چارلی ابدو، شارلی ابدو داشت
نداشتید و ندارید. این شاهکار تاریخ را آفرید. شاهکار تاریخ؟ یارو یکی از این رسانه میگفت آقا این اکساس ما نمیتونیم بزنیم، بدبخت دنیا داره منتشرش میکنه، تابوهای دنیا رو شکست. تو کجای کاری؟ هنوز صدر و سجاده تازیان بدبخت. بیگانه در ایران است، بیگانه در ایران، با پیرو و زرتشتی از کوروش و آن پشتی، برخیز به پای خود زین بیش زبونش کن. بیگانه در ایران است، بیگانه در ایران، بیگانه در ایران است، بیگانه در ایران، فرمانده ما تازین بفگن تو کمندت را، از تخت نگونش کن، از تخت نگونش کن. بیزارم از دین شما، نفرین به آهین شما، از دین پیشانی ها، دلهای سنگین شما، دلهای سنگین. اصلا برای بچه هم قرآن پخش نکنید، بچه هم از قرآن متنفر بود، بچه نورفانه به خاطر قرآن یا آی یا آی آیه رو حفظ نکرد، زدمش برای آیه حفظ نکرد، زدمش نگام کرد گری که گما مگه من عربم، من ایرانیم، بعدم همونطور که گفتم. ببینید عزیزان ما وقتی در حصارن، وقتی در زندانن، وقتی که گروگان ازشون گرفتن، وقتی که یه کارفای کارش چه میکنن، ولی انسان آزاده، آریا یعنی انسان آزاده، آریایی یعنی آزاد مرد، آزاد زن، آزاد انسان. من توی فرانسوی میگم، میگم آقا من به مؤنث مذکر اعتقاد ندارم، برای من وقتی زبان فرانسه هم صحبت میکنم، زبان عربی البته اگه حرف بزنی میگه آقا اف مؤنث مذکر باید وردارین، که زن با مرد مؤنث مذکر هستن. تو زبان هایی که اینو دارین نجات پرستن، انسان رو برای زن ارزش قائل نیستن. همین تو فرانسه تا سال 1970 زن اجازه داشتن دست چک نداشت. همین الان زنه مجبور تا چند سال پیش، حالا یکم عوضش کردن، در عروس میشد اسم شوهر باید میگرفت. ولی ایران از ما قدیم زن حکومت میکرده، زن سالاری بوده. یهود وقتی میگه زن مادرت یهودی باشه تو یاد میشین، از ایران گرفتن، وگرنه تا زمان ابراهیم که از بابای بود، تا زمان ابراهیم از بابای بود، یعنی ابراهیم از آدم میومد، لوتینا از بابا بود، ولی از زمان ابراهیمه که اسماعیل و اسحاق، هاجر و سارا که میان، دیگه بچه های ساران که یهودی حساب میشن، نه بچه های اسماعیل که از هاجر بودن، از زن یهودی میشه. این زن سالاری که اونام دارن از ایران گرفتن، از آریا گرفتن. ما زن برای ما همیشه محترم بوده، بالای سر ما جا داشته. حالا شما ببینید در شرایطی که یک سری هنرمنده در داخل ایران تسلیم این نظام تازی و ستمگر و جلاد شدن، در خارج از کشور طرف نشسته، رفیق من بهروز تعارف باید ندارم، چون تو آدمی هستی که محبوب ترین هنرمند بودی، الان نیستی دیگه، بعد بچه دارن قتل عام میشن، نیومدی، نیومدی اعتراض بکنی، نیومدی از اعدام اعتراض بکنی، خیلی ما یه ننگه. رفتی با شهاب حسینی هم فیلم بازی کردی وزارت اطلاعات آشغال ها، و به من هر روز میگن مردم، هر روز میگن سیاوش هستی بهروز سوقی چه نمیاد تو میدون. آقا وقتی که خانم گوگوش که اینقدر اذیت شده، ناراحتی درگیری ها کشیده و فلان اینا، خانم گوگوش با این شجاعت میاد میگه مرگ بر جمهوری اسلامی، این کار گوگوش نشان داد که یک کسی الکی ستاره نمیشه تو دنیا. روز با آقای مسعود کیمیایی گفتم، گفتم شما آلبوم زرتشت رو نوشتی که خانم گوگوش هم اجرا کردن که ما برای ایشون کنسرت جهانی بذاریم، ولی اون شرایط چون شرایطی بود، ایشون اسیر سازمان اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی بود و اون موقع
خاتمی میخواست از این قضیه عنوان اصلاح طلبات شد ببره که خود گوگوش بعد گفت من خبر نداشتم. خود گوگوش بیخبر بود از این وقایع و اتفاقیات همون سال. خب الان زمانه فرق کرده، الان همه چیزو خانم گوگوش هم فهمیده، دیگران هم فهمیدن که حتی اون موقع آلبوم زرتشت رو برایشون درست کنم بخونه که چرا، چون سیاوش اوستا تو خارج تیکر کنه کنسرت های جهانیشون رو، چون میدونن خب ما حالا چی؟ حالا این کار گوگوش شاهکار تاریخ، زنده باد گوگوش. همه هنرمندان داخل و خارج به ویژه بهروز وثوقی همچنان پای فشاری میکنن مردم ایران ازت میخوان مثل داریوش مثل گوگوش بیای تو صحنه، این همه شهرت تو به درد نجات جان مردم ایران نخوره، به چه درد نمیخوره مرد؟ پیش از خداحافظی به شما بگم اون اینه که سید علی خامنه ای جنایتکار ری خودشو به اثبات رسون، بعد از این همه کشتار، بعد از این همه درگیری، بعد از این همه زندان، مهساها نابود شدن به خاطر چهار لخموی جلویش رو بعد حجاب به اینا میگن نشون دادن، حالا آمده ببین چی میگه. میگه آقا شما اگه برای مادر بزرگ من فاطمه، پدر بزرگ من حسن حسین علی اینا گریه کنین، عزاداری کنین، گریه کنین، بعد حجاب هم بودین اب نداره، حجاب هم نداشته باشین. برای بابا بزرگ من که به خاطر عشق اورینب، به خاطر فدک، باغ و چالوس چیز شده، اگه مرده و اینا شده کشته شده اینا، تو به خاطر اونها اگه بین گریه بکنین حجاب هم رعایت نکنه اب نداره. این همه کشته چی شد مفتک؟ تو میشه چاره روشن شو، تو بابا، تو ننه، تو عمو، تو عمه، تو خاله، تو سپاهی، تو حزب اللهی، تو حزب اللهی که دنبال سید علی هستی، ببین چقدر واضح نجات پرستی خودشو مطرح میکنه، میگه به پدر مادر این نیاکانش شما اگه براشون گریه کنید، بدبختا که اومدن شما رو گردن زدن، در رو داغوندون کردن و بیارن، میگه شما برای اونها گریه کنی هیچ اشکالی نداری که بی حجابم باش. متهم میکنید گاهی بعضی رو، این خانمی که حالا مثلا فرض کنید یه مقدار موهاش بیرونه یا به تعبیر رائج بد حجاب، که حالا باید گفت ضعیف الحجاب، حجابش ضعیف، چرا متهم میکنید؟ اینا کسانی هستن، بنده وارد این شهر شدم، جمعیت آمدن استقبال، شاید یک سوم جمعیت اقلا اینجور خانم ها هستن، عشق دارن میریزن. این نمیشه گفت ضد انقلاب، این چطور ضد انقلاب میره که اینجور با شوق و با حرارت و با انگیزه میاد مثلا فرض کنید تو فلان مراسم دینی یا فلان مراسم انقلابی شرکت. نکته مهم دیگه ای که علی دایی عزیزم گفت، قبل از اونم آقای امیر، آقای درود دارم به امیر، امیر جان درود، آقای امیر، واقعا آقای امیر، آقای هنرمند نازنین، هفته پیش از حمید فرخ نجات گفتم، این هفته از امیر. امیر قبلا تو خود تهران تو استان بو فستیوال با اومد گفت آقا ما نیامدیم که بخوایم بریم، اونایی که اومدن باید برن. این حرفا با لهجه دیپلماتیک و پولیتیک هست، یعنی میگه بیگانه در ایران است، همون که داروش هم خونده مال مانی کرمانشاهی، ایران رو پس میگیریم. ای که شاهزاده رضا پهلوی مرتب میگه ایران رو پس میگیریم، یعنی چی؟ یعنی اینایی که تو ایران اومدن حاکمن، این تازیان، همین شیخ ها، آخونده، آخونده روحانیت و تمام اونایی که روحانی هم نیستن، کچرال که راحت میپوشن، حالا تمام این خارجی اعراب که اومدن تو ایران، ما ایران از اینا پس میگیریم و بیگانه در ایران است. میگه شماها اومدید، ما که تو سرزمین خودمونیم. این آقای آقایی سوال دلگیری رو فقط در حد چند ثانیه با تون در میون بذارم. چندی پیش خانومی
از رسانه ملی اظهار کردند که اگر کسی ناراضی است بره. رفتن رو به کسی خطاب میکنن که آمده باشه. ما که نیامده بودیم، ما بودیم ریشه در خاک سرزمین. بعدم که علی دایی عزیزم، علی دایی دمش کرد، این جوون نها کنید پلکان پشت سر من، میبینید این پلکان، پلکان تخت جمشیده آپادانا، میبینید پلکان این همین پلکان، پلکان تروکادروی پاریسی که پاریس تروکادرو جلو برج ایفل دو تا پلکان داره چپ و راست میرن بالا بر اساس اون ساخته شده. 10 بار گفتم اینو نمیدونستی، حالا بفهمید به دیگرانم بگید. 10 بار اینا رو به شما گفتم. حالا علی دایی اومد همین حرف زد. این هم که دیگه گفتن نداره که من بهتون بگم که عمرای درجه که سپاه و اینا اومدن میگن که آقا ما دیگه خط علی خامنه‌ای رو نمیخونیم. خیلی آدمای بزرگ نمیخونن، خیلی خودشون دارن میگن نمیخونن خطش تر میگن، چون روسه اونجا، اون کامپیوتر اونجا روس داره حکومت میکنه. همین من بین بدبخت تفلی هرچوق اسمی قاسم سلیمانی 10 بار بهش گفتم، از 6 سال پیش از اینکه اینو بکشن، 6 سال پیش چندین بار بهش گفتم، گفتم اینا میکشن تو رو، نه که خصوصی تلفنی بهش بگم، علنی تو برنامه ها گفتم شنیدین، گفتم قاسم اینا تو رو میکشن، بعد وقت گلوله آخر بزن تو کله آخونده محبوبیت داری استفاده کن. یه فکر میکرد خامنه ای الان سرطان داره، پروستات داره، فردا میمیره، بعد وقت کشتنش، حالا هنوز که اینجا. از 6 سال قبل از اینکه بکشنش فیلم ساختن، این اطلاعاتی پرویز پرستوی بازی کرد به نام بادیگارد، بهش گفتم این فیلم ساختن که تو رو بکشن، بکش اینا رو، بزن اینا رو، نزد. 4 سال بعد، بعد یارو من نبوی آخونده خودش اومد اسناد گذاشت، گفت آقا اسناد آورد داد، گفت به ما گفتن این قاسم سلیمانی تحویل بدین، ما اینا میگن گفتن ما خودمون میکشیمش. بعدم شما فکر کردیم بدید اجازه خامنه ای اونا میتونستن بکشنش. خود آقای ترامپ واضح گفت که سران نظام اسلامی موافق بودن ما اینو بزنیم، پخش کردم دیگه نمیخوام براتون بگم. اینی که الان میخوایم بشنوین این رو، من چند ما قبل اینکه کشته بشه گفت آقا بزن تیرا، آخرینش هم 3 ساعت، 3 ساعت قبلی که کشته بشه، 3 ساعت با آقای کشیش رسول با من مصاحبه داشت، امید جاویدان، 3 ساعت قبل گفتم قاسم بزن اینا رو بکش، آخرین تیر بزن تو کله اینا، بدبخت میکشنت. حالا به تمام سران و فرماندهان ارشد ارتش سپاه پاسداران دارن میگن میبینین الان دارن مامورای خودشون رو رده های بالا رو هی میکشن، میگن الکی میگن این شورشگرا کشتن، کانون های شورشی خود اینا رو میکشن که زمینه قدرتیابی مشتبه خامنی رو یک دست کنن. یعنی از اونایی که قدیمی هن و یک کمی محبوب هن و پیرپاتالان، این نباید باشه. وقتی مشتبه میخواد بیاد، حتی این رئیسی هم تا چه وقت دیگه ترتیبش میده، این رئیسی هم حذفش میکنه که وقتی میاد مشتبه خامنی باباش نمید گفت روشتری برای بابا گریه کنه ایم نداره، اون میاد یه چیزایی دیگه میگه که همه شما خر میشین، باز دوباره خر میشید، یه کلمه که خر میشید، و ایران رو باز بدبختانه تحویل تازیان میدید، تحویل روحانیت میدید. با لشکر در اختیار دارن مثل قاسم سلیمانی، میخوام که بابک باشند تا افشین. شما میتونید خامنه ای، روحانی و لاریجانی اینها رو بازداشت کنید با لشکری که دارید و بعد اعلام کنید که بعد چند ماه آینده انتخابات آزاد در ایران را میندازید و سرزمین ما رو آزاد میکنید از اسلام، تازیان، استعمار و غیره. ببینید مرگ یک بار است ولی نام است که میماند. چه سردارهایی در کنار بابک با بیگانگان اون موقع جنگیدن، فقط نام بابک در تاریخ بود. برید و بابک شید تا به لجن کشیده نشدید. قاسم سلیمانی، من مشخصا از شما میخوام که این کار رو تو باید بکنی، چون تو محبوبیت داری در میان مردم، در میان خود ارتش، سپاه، جاهای دیگه. اگر این کار نکنی اینا خودشون تو رو میکشند، اینها تو رو میکشند. تا حالا میدید در توافقات جهانی بسیاری سرتو به بازی گذاشتن. اگر قاسم این کار رو نکرد،
یک سرلشکر دیگه که یک لشکر در اختیارش باشه میتونین کارو بکنین. امروز فرزندان خود شماها خواهان تغییر و تحول و دگرگونی هستن. فرزندان خود شما شورشی رو تقویت کنید که این نظام بره. اگه نره فرزندان شما با زیر یوغ ستم این صحراگردان خواهند بود. درود دارم به برادرم مهندس امیر شجره دبیرکل این تلویزیون. من با خدا رقصیدم. 10 کتاب جنجالی سیاوش اوستا در 1 کتاب. از میترا تا محمد، قرآن سرودهی به سبک پارسی، دیماری و خردگرایی، افسانه افسانه ها، خدا را در خواب دیدم زازار گریه می کرد، تاریخ آریایی، هویت ملی و اوستا، سازمان جاسوسی الله، پژوهش و گزارشی از برنامه ها و شگرد های انواع و اقسام سازمان های جاسوسی، امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران. آیین اوستا، ایران با بیش از 7000 سال پیشینه تمدن.